ما الان توی این مدتی که کرونا هست، خب قبلش هم که وضعیت اقتصادی مملکت خرابه، فعلا واردات یه سری جنس ها ممنوعه، یه سری کارا رو خلاصه انجام نمیشه، ولی بیشتر صدمه رو به ما کرونا زده. یعنی کرونا باعث شده که نوشت افزار علنا مصرف نشه. وقتی که همه چی شد مجازی، مدارس تعطیل، بچه‌ها میرن توی تبلت و گوشی و اینا کارشون رو انجام میدن، خب مطمئنن استفاده نمیشه، نه کاغذ مصرف میشه، نه خودکار مصرف میشه، نه مداد رنگی و اقلام زیادیه. ما فروشمون تو این دو سال اخیر خیلی کم شده و خیلی از همسنفیای ما رفتن. یه زمانی یه دونه خانواده میتونست مثلا با 50,000 تومان یه عالمه اقلام نوشت افزاری و فانتزی و اینجور چیزا برای بچه‌ها بخرن، ولی وقتی الان یه دونه خودکار معمولی مثلا 10,000 تومانه، خب علنا اون طرف نمیتونه. مداد رنگی معمولی ترین هاشن شده 30-40,000 تومان به خاطر تورم. داخلی هم وقتی میبینن خارجی برف از این قیمته، اونام که تولید میکنه وقتی دسترسی به خارجی نباشه، اونام قیمتشون رو کم نمیکنن. کارخونه تولید کننده سعی میکنه قیمتش رو طوری بکنه که سود منطقی براش داشته باشه. فارغ کلاس رو بهشون نشون میدیم. خانم اینا تر جاجین داریم، از 50 تومن داریم به بالا. پوسماری رو بهشون نشون بده. کرونا اینقدر تاثیر گذاشت رو فروش لوازم و تحریر، مخصوصاً تقریبا رو همه اجناسی که تاثیر گذاشت، یه تاثیر شوکی داد، ولی بیشترین شوکی که وارد کرد مخصوصاً تو کشور ما به تحریر و لوازم تحریر رو، چون مدارس تقریبا باز نشد. از اون موقع هم که این بیماری اتفاق افتاد، سبک کار تقریبا داره عوض میشه و رو به سبک دیجیتال داره میره. بچه مدرسه به عنوان اینکه خواست دفتر و کلاس رو دستش بگیره، شد موبایل و تبلت دفترش. کالایی که واردات نداشت تقریبا تو ایران همین دفتر بود که خیلی ضربه شدیدی خورد. چقدر کارگرا بیکار شدن، چقدر صحافی‌ها تعطیل شدن به خاطر اینکه حمایتی نشد از طرف دولت. یه تورمی هم که خورد، کاغذی که وارد میشد، کاغذی که ما با بندی 300,000 تومان میتونستیم بخریم دفتر تولید بکنیم، تو این بازار بعد، تو این بازار خراب، با این نرخ ارزی که بالا پایین شد، 300,000 تومان تبدیل شد 600,000 تومان، 700,000 تومان. همون دفتری که تولید میشد نمیتونستیم بفروشیم، الان باید با کاغذی گرونتر بخریم، بازم نمیتونیم بفروشیم. این همه میگن حمایت از تولید، حمایت از تولید ملی. چیزی که داره تو خود ایران تولید میشه رو حمایت نمیکنن، باعث ورشکستگی میشن. خیلی سخت شده مال تولید کننده که بتونه 4 تا 5 کارگر مستقیم خودشو، 20 تا 25 کارگر غیر مستقیم خودشو بتونه ساپورت کنه. این دو سال که کرونا بوده، کاسبی ها خیلی خراب بوده. متاسفانه خیلی چکای برگشتی زیاد بوده. مشتری هامون خیلی چکاشون برگشت خورده. اوضاع بازار هم که خیلی خرابه. و این تورم هم که دیگه مزید بر علت بوده. البته این دو سال کلن کاسبی هامون خراب بوده. حالا امسال یه ذره جنب و جوش بیشتر هست، ولی خب خریدی نیست، چون مردم قدرت خریدشون خیلی اومده پایین. اگر که بانک ها بتونن تسهیلات با سود خیلی کم
در اختیار کاسبا بذارن خب قطعا خیلی خوب میشه، هم بازار رونق بیشتری پیدا میکنه، هم ما میتونیم به مشتریامون مهلتی بدیم که بتونن راحتتر بدهیاشون رو پرداخت کنن. وقتی که این وضعیت کرونا خوب پیش اومده خب و مراکز رو به تعطیلی بوده، در مجموع شغل ما یکی از شغلایی که بسیار آسیب دیده و فروش خب اکثرا فروش آسیب جدی دیده، همکارا عموما خیلی ها اینا که مغازه‌ای که خب اجاره بوده خب به شدت دچار مشکل شدن از نظر مالی. انتظار این هستش که این صنف ها همراهی بکنن، نه اینکه بخوان مثلا بیان ارزش افزوده بخوان اضافه کنن. این چیزایی که گاهن میشنوی که اصلا شامل این صنف نباید بشه نظر خود بنده اینه، چون صنف مون تو خب صنفی است که در ارتباط فرهنگ جامعه در ارتباطه و اگه بنا بشه صنف ما رو بخوام با یه صنف مثال میگم طلا و جواهر بخوام بسنجن، این اشتباه بزرگیه. سالی گذشته که ما به اصطلاح خودمون این ایام مرداد و شهریور رو اصطلاحا میگیم سرکلاسی، این سرکلاسی منظور تو دوران به اصطلاح بهبوئه این صنف هستی. خب در مجموع الان امسال باز یه امیدایی ایجاد شده که خب مردم یکم امیدوار شدن که مسئولین مثلا در بازگشایی مدارس و دانشگاه ها دارن اقدام میکنن، خب اگر این اتفاق بیفته یه مقدار وضعیت بهتر میشه، ولی اگر نه همچنان بخواد بسته بمونه و فضای آموزشی فضایی که به اصطلاح آنلاین باشه و این مسائل باز حتی بخوام میگم صدمات بیشتری وارد میشه. یعنی در واقع مجموعه میخوام بگم که هنوز ما نسبت سال قبل هنوز نتیجه ای از نظر رونق کسب و کار نگرفتیم. سال گذشته نسبت به امسال بیشتر بودش فروش ما، چون که اومدن گفتن اول سال که مدارس باز میشه، از اول مهر ماه مدارس باز میشه. شغل ما هم 100%ش با دانش آموزه، دانشجوها کمتر مصرف دارن لوازم تحریر رو، 100% کار ما بیشترش مداد رنگی پاپکون تراشه، همش دانش آموزیه که مصرف داره. جوری شده که ما موندیم واقعا توی چکایی که داریم، توی خریدایی که میخوایم بکنیم. کم کم هم دیگه داریم میریم جلو، یعنی رسیدیم به مهما. سال پیش باز یه مقدار بهتر بودش. 160 تا جواز لوازم تحریر فروشی امسال تو سطح تهران باطل شده، یعنی تغییر کاربری دادن، یه فضای فرهنگی تبدیل به یه فضای غیر فرهنگی شده. دیگه مثل قدیم نیستش که یه قلم خودکار باشه، خیلی الان دوست دارن فقط بیان نگاه کنن اجناسو و یه حالت نوستالژی داره براشون. تورم هم مسلما تو قدرت خرید مردم خیلی تاثیر داشته. مثلا یه خانواده‌ای که 3 تا بچه داره مسلما میاد یه مداد رنگی میگیره، میگه 3 تا بچه از یه مداد رنگی استفاده کنم، مخصوصا تو مناطق پایین. من تو کرونا بعد مغازه‌مو میبستم، ولی اونی که تو اینترنت توی یه آپارتمان 40 متری جنس انبار کرده بود داشت جنسشو میفروخت، توضیح میکرد تو سطح شهر. من فروشنده‌ای که مغازه دارم با سابقه کرکرمو میدادم بالا، میگفتم بده پایین، برچی دادی بالا؟ میگفتیم اینترنتی ما داریم میفروشیم. میگفتن نه شما باید بسته باشیم، ما اینو ممنوعیت رفت آمد گذاشتیم که شما نیایش سر کار. تأثیر کرونا روی شغل ما خب بیش از حد بوده، مثلا برای بچه‌هایی که مدرسه میرن، یا ما چون روبروی دانشگاه تهران هستیم اکثر مصرف کننده هامون قشر دانشجو هستن و دانش آموز. تو این 2 ساله فکر میکنم که فشار خیلی زیاد بود، هم روی مردم هم روی کسبه. از یه طرف خب بچه همه تو خونه بودن، بعد ظاهرا خرید فروش هم نشد توی کار ما، خیلی ضعیف شد، شاید تا 1/3 هم رسید نسبت به سالهای قبل. حالا یه اتفاق دیگه اینجا افتاد، تورم هم باعث شد که این فشار مضاعف بشه، چون مثلا فرضاً یه دفتری که بوده 10 تومن قیمت داشت الان شده 25 تا 26 تا الاخ تو بازم بالاتر. خب این بهتر تاثیر میذاره روی خرید والده. توازن این که مثلا اداره مالیات نسبت به این قش به این صنف یه مقدار نظر مساعدتر داشته باشه، مثل همیشه یه مقدار همکاری کنه. واقعا وقتی که فروش ما به 1/3 رسید بهتر دوست داشتیم که مالیاتمون هم به اون تبعیت پایین، برای شرایط سخته دیگه. این تقاضا رو میتونیم داشته باشیم.
اگه بتونن همکاری کنن که خیلی خوبه. معمولا لوازم تهیه لوازم مهندسی تو 6 ماه دوم فروششون بهتر میشن. دانشگاه، مدارس، حتی خود ادارات هم خریدشون هست. ولی امسال هنوز توی ترمز دستی هستیم. من نمیدونم بالا واقعا این کار انجام میشه، باید واکسن زده بشه هم برای بچه‌ها، برای والدین، برای مردم. ویروس کرونا این دو ساله اخیر واقعا بر روی صنف ما خیلی تاثیر گذاشته، که اولیش بسته شدن فیزیکی مدارس و دانشگاه‌ها و مهد کودک‌ها و آموزشگاه‌ها بوده که خب اینا مصارف نوشته افزارشون، لوازم تحریرشون تماما کم شده، یا حالا بگیم کم شده دیگه، الان نمیشه، بالاخره یه سری ها تو فضای مجازی استفاده میکنن. ولی این بعدی که مثلا بچه‌ها بیان تو مدرسه حضور فیزیکی داشته باشن و لوازم تحریر مصرف کنن یه چیز دیگه است. و تو این دو ساله واقعا از نظر مصرف خیلی پایین اومده، شاید 70% کسری فروش داریم تو بازار، که خود این باعث شده که الان دیگه سال اول بوده، حالا بچه‌ها وارد همستر سنفیامون دووم آوردن، امسال دیگه سال دومه. یعنی واقعا الان خیلی‌ها میان پیش ما میگن آقا ما دیگه نمیتونیم، دخل و خرجمون نمیرسه، نمیتونیم بگردونیم، فروشمون واقعا پایین اومده، هزینه‌ها رفته بالا. که در این بین یه سری‌ها دووم آوردن، یه سری‌ها واقعا مغازه‌هاشون رو بستن، یه سری ها تغییر شغل دادن. از اون بعد مصرف هم میخوای حساب کنی، رو تولید هم تاثیر گذاشته. این مصرف که میاد پایین، سال اول که به این مشکل خوردن جنساشون تولید کرده بودن تو انبارا مونده و به فکر این سرکلاس بودن که مثلا پارسال بازگشایی مدرسه بشه بفروشن، که خودش این بازگشایی که نشد، فضای مجازی پیش اومد و این جنساشون تو انبار مون و پیروی همون ادامه پیدا کرده تا امسال، که این خودش باعث شده که یه سری واحدهای تولیدی ما شیفت کاریشون رو کم بکنن، یه سری ها تعدیل نیرو بکنن، چون دیگه توان ندارن. صنف ما انقدر صنف قوی نیست و واقعا با این بالاخره تورم پایین اومدن ارزش پول ملی، اینی که بخوان انقدر سرمایه داشته باشن، بخوان همون تولید رو نگه دارن، انباشته بکنن، اینی که اصلا نه منطقی و نه به صرفه است. اگه بخواد مدارس باز بشه، حالا به نسبتاً شاید به مشکل به بعضی اقلام بخوریم، چون بالاخره کسی 100% نمیتونه بگه که آقا مهما یا نمیدونم آبان ما باز بشه مدارس. به خاطر همینم زیاد اون ریسک رو نمیتونن بکنن که دوباره بیان تولید بکنن اگر باز نشه بتونن نگه دارن، چون تواناییشو ندارن. به خاطر همین دارن خیلی آهسته حرکت میکنن. تو این دو ساله که بحث کرونا هست، هیچ تحصیلاتی، هیچ امکاناتی، هیچ چیزی از سمت دولت یا هیچ ارگانی برای صنف نوشته افزار در نظر گرفته نشد. مرجع ما اتاق اصناف که درخواست کرده، مشکلات رو بهش گفتیم، اینا رو بهش توضیح دادیم، اینا هم گزارش کردن، سند درست کردن، فرستادن به مرجع بالادستیشون. تولید کننده ها میگن اگر ما تولید کردیم، حالا رفتیم سرمایه در گردش، حالا پیدا کردیم، درست کردیم، مواد خریدیم، جنس تولید کردیم، اگر تضمینی وجود داشته باشه ما این کار رو انجام میدیم، اگر نداشته باشه همون مسیری که داریم میریم در حد توانمون رو میریم جلو تا ببینیم چی میشه. صحبتایی که با تولید کننده ها شده، بحث این ضمانته، چون سرمایه در گردشی که هستش باید پیدان دنبالش تامین کنن، مواد اولیه بخرن، بیان سرمایه‌شون رو بزنن جنس رو تولید کنن. میگن اگر ضمانتی باشه که ما دوباره رفتیم این مواد اولیه‌ها تهیه کردیم، جنس تولید کردیم، مدارس باز نشد، دوباره دستمون چیکار بکنیم؟ ما صحبتی که کردیم این جوابو دادن. میگن الان مدارس باز شد، این جنسایی که تو انبارا هست مصرف میشه، ما هم سریع شروع میکنیم، حالا شیفتمون اضافه میکنیم، مواد رو میخریم، کالاونا رو تولید میکنیم. این دیگه تو مرحله بعدیه که گفتن اگه مدارس باز شه میتونن سریعاً این کارو بکنن که به بازار مشکل نخوره. نه بین الحرم صنف ما داره کوچیک میشه. ما اول از مسجد امام که وارد شدیم کل اون مغازه همه لوازم تحریر بودن، کلا الان شده روسری فروش، لباس فروش، بیشتر الان پوشاک گرفته ما رو دیگه، صنف قوی تری هم. ما داریم ضعیف میشیم، هی بسته شدن اون مغازه ها، دارن دیگه جمع میشن. این کوچه بوده ولی دارن دیگه از اون ور، چون مغازه ها مرغوب تره
اون برای گرفتن اومدن تا اینجا، حالا تا این کوچه، حالا تا کوچه کجا ما رو بیرون کنن دوره معلوم. بخوای به قبل‌تر برگردی برین بازار، بازار لباس فروشا، اونجا بودیم ما مثلا 50 سال پیش شروع شده، اومده تو بین‌الحرمه، از بین‌الحرمه اومده تا اینجا، یعنی همینجوری هی کم شدن. البته دانش آموز هم کم شده، شما حساب کنید سال 72 سه 18 میلیون دانش آموز بوده، 18 و نیم میلیون 19، الان رسیده به 14 و 13 و نیم میلیون.